با یه چیزی آه من میدونم این کشه موازنش باش سنگ داد موازنش باش بودو آره بودو بیش آره بیش به ماما سلام کن سلام بر شهرزاد خانم شام آماده است؟ بوش که خیلی خوبه تقدیم بشو بازم شمع مشکی ناسلامتی امشب شب سالگرد ازدواجمونه نه؟ دلمون خوش بود بعد از مدت‌ها که تو این خونه از این اتفاقا نیفتاده امشب میخوام یه جشن کوچولو برای خودمون بگیریم هنوز دو سال نشده نشده باشه بالاخره ما امشب جشن گرفتیم یا ماتم بعد از مرگ کامیاب دیگه هر جشنی برای من رنگ ماتم داره بس دیگه دوباره شروع به این شام دست نزن این شام کنار عکس کامیاب باید همیشه روشن باشه شهرزاد منو بذار سر جاش این شمع سپید رو بذار سر جاش شروع نکن باز داری شروع میکنی ها من فکر میکردم حق داریم بعد دو سال ظاهرم فراموشش کنیم فراموشش کنیم؟ مگه میشه فراموشش کرد؟ نمیدونم البته شاید برای تو راحت باشه برای من راحت باشه؟ چرا باید برای من راحت باشه؟ من پدرشم منم به اندازه تو دوستش دارم منم مثل تو دو سال آزگاره که براش ماتم گرفتم ولی تا کی ها این اتفاق به اندازه کافی تو زندگیمون باعث بدبختی و اختلاف و پاشیدگی شده شهرزاد تا کی بس دیگه میخوام راحت باشم، میخوام نفس بکشم، میخوام از این زندگی از این وضع خلاص بشه. حتی اگر به این قیمت باشه که بخوام این بچه رو فراموش کنم. چرا اینجوری میکنی؟ مگه میشه اینو فراموشش کرد؟ نه. تو این زندگی نکبت انگار خوشی به ما نیومده. نادر بله کجا؟ چه میدونم؟
یه جایی که غم و روبان سیاه و شم و تاریکی و کوفت و زهرمار نباشه. واسه یه دقیقه کارت دارم، میخوام یه چیزی بهت نشون بدم. البته ممکنه تو رو خیلی خوشحال نکنه، ولی این خبر منو خیلی خوشحال کرد. خبر خوب؟ چه عجب. خب این خبر خوب چیه؟ حدس میزنی چی باشه؟ نمیدونم. اینا دیدی؟ خبر خودتون تو روزنامه چاپ شده؟ بله. اون چیه؟ چیه این؟ اینجا اسم منه. اسم تو؟ اسم تو؟ قبول شدی؟ آره. چه رشته ای؟ همون رشته که دوست داشتم. روانشناسی؟ تا بالاخره کار خودتو کردی. بالاخره کار خودتو کردی. خوشحال نشدی نه؟ چی بگم؟ خب منظور. منظور؟ منظورم اینه که من نمیدونم تو چرا امشب همش میخوای حال منو بگیری. همش اصرار داری که حال منو بگیری. نادر، یعنی از اینکه من توی دانشگاه قبول شدم تو حالت گرفته شده؟ ببین شهرزاد، این دفعه اول نیست که من دارم راجع به این موضوع با تو صحبت میکنم. این دفعه اول نیست که من دارم بهت میگم بابا جان من دوست ندارم زنم بره دانشگاه. دوست ندارم. آخه چرا امشب؟ چرا امشب که مثلا شب سالگرد ازدواجمونه؟ امشب که بعد از یه ماه قهر و اعصاب خوردی دوباره برگشتی خونه، چرا امشب باید این خبر لعنتی رو بشنوم؟ نمیشد فردا بشنوم؟ نه؟ نمیشد؟ نه نمیشد. باید همین امشب بهت میگفتم. نمیشد. ببین شهرزاد خانم، من احمق اگه بعد یه ماه خودم رو کوچیک کردم و اومدم دنبالت فقط به خاطر این بود که توی همچین شبی بتونیم همه چیز رو فراموش کنیم، ولی انگار نمیشه. من میدونم که از فردا جنگ و دعوا و جر و بحث و مرافع ما سر همین موضوع نیست؟ نیست؟ ولی موضوع یه راه قشنگتری هم داره. این حرف خوب تو گوشتون فرو کنید لطفاً. شما تو رشته روانشناسی درس نمیخونین. تموم شد. تازه شروع شد. من تصمیمم گرفتم. بعدشم بهت بگم. تو شوهرمی نه آقا بالا سرم. شهرزاد داری اون روی سگ منو بالا میاری. انتظار داشتم. انتظار داشتی چی؟ عجب گرفتار شدم ها. اگه گرفتار شدی چرا منو آوردی ها؟ چرا اومدی دنبالم؟ میذاشتی همونجا؟ میذاشتم که چی؟ بالاخره من زن دارم یا نه؟ بالاخره من شریک زندگی دارم یا نه؟ آقا اگه ندارم بگو یه خاکی تو سر خودم بریزم برم یه فکری به حال خودم بکنم. چه فکری؟ چرا جرأت گفتنشو نداری ها؟ هی آدم بی منطق. به پدر مادرم میگم نمیشه ها. باز دوباره چی؟ به پدر مادر میگی چی؟ چی نمیشه؟ میگم نمیشه با تو زندگی کرد. نمیشه با تو حرف زد. نمیشه تو رو تحمل کرد. دیوونم کردی عدت تو. چه روزایی بود. خسرو، محمود، آرش، احمق جون چرا فکر میکردی موقع خوشبخت نیستی؟ چرا فکر میکردی فقط با ازدواج با شهرزادی که میتونی خوشبخت بشی؟ دیوونه.
چه دورانی بود. یاد بادم روزگارم، یاد باد. من که نمیگم شوهرم عمدن بچه‌م رو تو دریا غرق کرد. نه بچه که نیستم، ولی همین اخلاقش، رفتارش، لجبازیاش باعث این اتفاق شد. مثل همیشه که باعث مشکلات دیگه میشه. بعد از ازدواج قرار بود من درس بخونم و برم دانشگاه، ولی اون هیچ وقت نذاشت من تو هیچ آزمونی شرکت کنم. حتی قرار بود اگه دلم خواست بریم کانادا پیش خواهرم زندگی کنیم، ولی اون بازم زیر قول ایستاد. تو زندگی دوست داره حرف اولو بزنه، منم دنبال روش باشم. برای همینم تا خلاف میلش عمل میکنم شروع میکنه تلافی کردن و لجبازی کردن. من که نمیگم من لجباز نیستم، خب برم هستم، ولی من اینو از اون یاد گرفتم. منم الان دیگه شبیه اون شدم. واسه همینم هیچ وقت نمیتونیم تو زندگی همدیگر رو تحمل کنیم و حتی نمیتونیم کوچکترین اشتباه همدیگر رو ببخشیم. الو، سلام، حالت خوبه؟ چطوری؟ نادر توی؟ برو پسر خودتو سیاه کن، خودتی؟ چطوری؟ من که خوبم. چه خب چی شد؟ یادی از ما کردیم بابا؟ حاجی حاجی مکی اصلا یه خبری از ما نمیگیریم؟ هیچی، همیانه خونه بودم دلم گرفته بود، گفتم به زنگ بهت بزنم. نکنه عوض پاتوقمون زده به سرت. آه رون تپه دیوونه بازی های همون موقع. یه اسمی هم برش گشته بودی، چی بود؟ فریادها و نجواها. باریکلا. آره من یکی که هستم و من نیم ساعت دیگه موجود میبینمت. کاری که نداری؟ باشه باشه، نیم ساعت دیگه. قربان تو، قربان تو. جون آرش الان به جمله دلیگو میگم میبرم دیوانه چو دیوانه ببینن خوشش آید. فکر نمی کنم بعد این همه مدت تو هم اینجوری دلت گرفته باشه. خیلی خوب تعریف کن ببینم چی شد که امشب تپه لازم شدی؟ امشب شب سالگرد ازدواجم بود. مبارک پسر. نه همچین مبارک هم نیست، انقدر به هم خوش گذشت که حالم داره به هم میخوره. نادر شوخی نکن، جدی نه ترسون بابا. تو میخواستی به خاطر ازدواج با زن دانشگاه تو ول بکنی؟ بزن تو سرم واسه همین. نه خودم بزن، یه دونه بزن. نه. بزن بهت میگم. درست نیست ولی بزن دیگه. منکر بعضی از حماقت های زندگی نیستم. حماقت شوخی میکنی؟ نه جدی میگم. به نظر من ازدواج دیگه رسم خوشایندی نیست. تا ما هرچی میگم اینجوری بخنده. یادت یه دفعه رو تخته کلاس بزرگ نوشتی ازدواج رسم خوشایندی است، ولی نوستون اسمش چی بود؟ همش بازنش دعوا میکرد. آقا نوروزی چقدر شاکی شده بود. بنده خدا باور کن اگه اون موقع درکش میکردم هیچ وقت ازیادش نمیکردم. الان اگه ببینمش سرمو میذارم رو شونش، های های براش گریه میکنم. عجب جانت. خیلی خوب تفره نرو، تعریف کن ببینم چی شده که انقدر ناراحتی. شهرزاد خیلی اذیتم میکنه آرش، خیلی. وقتی کامیاب غرق شد شهرزاد فکر میکرد من مقصرم. مقصر که چه عرض کنم، فکر میکرد من عمدن کامیاب غرق کردم. خب چرا اینجوری فکر میکرد؟ چی بگم آرش، چی بگم؟ من تا حالا راجع به این موضوع با هیچ کس حرف نزدم، نه با خانواده خودم نه با خانواده شهرزاد. اما خب دوست خوبی چیز دیگه است. امشب یه جوریه که دلم خواهد حرف بزنم،
دلم میخواد حرف بزنم. تو اون غروب لعنتی که کامیاب غرق شد، طبق معمول من و شهرزاد سر این موضوع احمقانه با هم دیگه حرفمون شده بود. من با هزار بدبختی مرخصی گرفتم، گفتم بریم شمال یا آب و هوایی عوض کنیم، یه مدت اونجا خوش باشیم. اما شهرزاد میخواست به خاطر عروسی خواهرش یه هفته زودتر برگرده تهران. نمیدونم چرا، ولی من باش لج کردم. بهش گفتم من تهران بیا نیستم، عروسی خواهرته که باشه. نمیدونم چرا، ولی شاید هم به خاطر اینکه شهرزاد همیشه برای خانوادهش بیشتر از من، بیشتر از کامیاب، بیشتر از خانواده من ارزش قائل بود. همیشه موضوع اونا براش خیلی مهمتر بود. از جروبست خسته شدم، دست کامیابو گرفتم که بریم بیرون. شهرزاد بهم گفت خودت هر جهنمی که میخوای بری برو، اما کامیابو بذار همجا بمونه. بازم باش لج کردم، کامیابو برداشتم و با ماشین رفتیم کنار ساحل. بچه هم تا دریا رو دید ذوق زده شد، بهم گفت بابایی میخوام آب تنی کنم. منم بردمش تو آب، گذاشتمش همونجا کنار دریا. بعد که آب تنیشو کرد، پیچیدمش توی حوله و گذاشتمش تو ماشین. بهش گفتم بابایی همینجا بشین، از جا تکون نخور تا منم یه ذره آب تنی کنم، خب؟ اونم گفت باشه. من احمقم باور کردم، زدم به آب. نمیدونم چه مدتی گذشت، به هیچی فکر نمی کردم. اما یهو صدای کامیابو شنیدم، فریاد میزد بابا کمک. یهو به خودم اومدم، هول کردم، دویدم طرف ماشین، اما تو ماشین نبود. رد پای کوچولوش تو لب دریا رفته بود. مثل دیوونه ها خودم رو زدم به آب، اما تنها چیزی که بده کردم یه حوله بود که رو آب بالا پایین میرم. آرش دو سال آزگاره، وحشتناکترین تصویر ذهنم همون حوله است. هر شب باهاش خوابم میبره، هر روز صبح با تصویر اون حوله از خواب بیدار میشم. فکرش نکن، چجوری فکرشو نکنم آرش؟ زمانی که من تو اون آب داشتم به آرامش فکر میکردم، بچم، پسرم داشت اون آب جون میداد، آرش به خدا من اونو نکشتم، به خدا من اونو نکشتم آرش، به خدا من اونو نکشتم.
چیه؟ این دیوونه بازیه چیه را انداختی؟ چی شده باز؟ چی شده؟ با این کارو میخوای خودتو دیوونه کنی یا منو؟ خب میگم چی شده؟ ده با این نمایشگاه عکسی که بالا را انداختی چی رو میخوای ثابت کنی؟ صبح به این زودی سرکار خانم کجا تشریف میبرن؟ خیال قهر کردن که نداری نه؟ قهر؟ نه چرا باید قهر کنم؟ میخوام برم دانشگاه ثبت نام کنم. اه؟ عجب. ولی من فکر میکردم دیشب. دیشب چی؟ یعنی چون تو مخالفت کردی انتظار داشتی من پیشرفتمو نادیده بگیرم و سرنوشتمو عوض کنم؟ ولی من یه زمانی میخواستم به خاطر تو این کارو بکنم. یادته؟ فقط به خاطر اینکه کار تو شرکت رو زودتر شروع کنم و بتونم با تو ازدواج کنم میخواستم درسم رو نیمه کاره ول کنم. یادته؟ ولی نکردی. تازه ببینم تو که نمیخوای اشتباهی رو که تو اون موقع مرتکب شدی من الان دوباره تکرار کنم. اشتباه کدوم اشتباه؟ ترک تحصیل یا ازدواجم با شما؟ جدن؟ یعنی تو هم به این نتیجه رسیدی که ازدواجمون اشتباه بوده نه؟ ببند دهنتو. نمیتونی جواب ندی نه؟ یه دنده لجباز نمیتونی جواب ندی؟ شد حتی اگه من احمقانه ترین حرف دنیا رو زدم تو زبون بدهم بگیری حرف نزنی سکوت کنی نمیتونی؟ اتفاقا این انتظار رو من از تو دارم. تو نمیتونی. با این بدبختی که تو سرم آوردی میمیرم اگه حرف نزنم. خیلی دوست داشتی تناب جالو دور گردن من ببینی نه؟ چون فکر می‌کنی من قاتلم. چون فکر میکنی من پسر خودم رو کشتم. به نظر تو من عمدن پسر خودم رو کشتم؟ عمد یا غیر عمد؟ همون کامیاب مرده؟ کاش من مرده بودم. خیلی کاش اون روز من غرق شده بودم. وقتی اینجوری خیالت راحت تر بود. فکر میکردی تقدیر و سرنوشت تموم بوده. راحت تر قبولش میکردی نه؟ شهرزاد! من به تو اجازه ادامه تحصیل نمیدم. چرا هوار هوار میکنی؟ میخوای در همسایی بفهمم من تو چقدر خوشبختی؟ صبر کن. به خاطر خدا یه دقیقه گوش کن، فقط یه دقیقه. دو سال آزگاره که آب خوش از گلومو پایین نرفته. من دو تا بلیط هواپیما خریدم. میخوام برم بریم مسافرت. شهرزاد ما دو سال با هم مسافرت نرفتیم. به خواهرم زنگ زدم. منتظرمونه. میریم اصفهان. به خواهرت ها؟ تو از کجا میدونستی من دلم میخواد کدوم شهر برم؟ یعنی چی؟ شاید دلم میخواد برم شیراز یا کرمان یا اصلا کویر رو ترجیح میدادم. شهرزاد تو داری بهانه میاری. چه بهانه ای؟ همیشه تو باید حرف بزنی، تو باید تصمیم بگیری، تو باید تصمیم بگیری یا من قبول کنم. این فریو سر بیارم اون دکتر مشتبه که فکر میکنی رو جور خودت. شهرزاد بایست میرم بابا. میدونم
بده من سویچو خودم رو. بله بفرمایید. این دفعه هم خودت، مگه غیر از این میتونه باشه؟ بازم خودت. حالا میریم اون خراب شده ای که تو رو قبول کرده بهشون میگم آقا جون من دوست ندارم زنم بچه موصل بشه. اگه اونا مثل تو به حرف من اهمیت ندادن دیگه حرفی نیست. حرفی نیست. برو پروفسور شو. اینو نگاه کن آقا نادر. این مدارکو برای مسافرت به کانادا آماده کردم. اگه نرم دانشگاه انگیزه ای برای موندن اینجا ندارم. تنها دلخوشیم دانشگاه رفتنه. نادر به خدا میذارم میرم ها. اینجوری حداقل مرگ کامیابم زودتر فراموش میکنم. جدا؟ یعنی من و تو هیچ نقشی تو زندگی هم نداریم نه؟ یعنی هر کدوم اون تنهایی خواستیم من غلطی بکنیم میکنم. یعنی من شوهر تو نیستم. یعنی فقط یه مزاحم. به جهنم، به جهنم. برو. برو دانشگاه. ولی به هم میرسی. بله. الو. الو آرش. نادر تویی؟ بدبخت شدم آرش، بدبخت شدم. چی شده؟ درست حرف بزن منم بفهمم. تو جاده کرج بچه رو زیر گرفتم. خیلی خوب، خیلی خوب، تو آروم باش. الان از کجا داری زنگ میزنی؟ من الان یه باجه تلفن. ببین نادر، آدرس محل تصادفو بده من. شهرزاد! 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 کجایی پس؟ کجایی پس؟ نمیدونم. شاید برای یه بارم که شده باید از خودم بپرسم چرا ما هیچ وقت نتونستیم با هم دو کلمه حرف حساب بزنیم و همیشه همه صحبتامون منجر به جر و بحث و دعوا شد. مگه میشه همیشه نادر مقصر بوده باشه و من هیچی؟ دو سال تمومه متهمش میکنم به مرگ کامیاب، ولی هنوز خودم هم نمیدونم چقدر مقصره. چرا مقصره؟ اصلا مقصره یا نه؟ چرا مسئولیت این اتفاق رو گردن نادر انداختم؟ ای کاش با مرگ کامیاب کنار می اومدم و میپذیرفتم که سرنوشت من و کامیاب و نادر این بوده. ولی من تو این دو سال چی کار کردم؟ هیچ. زندگی رو به خودم و شوهرم زهر کردم و جرعه جرعه توی گلوی خودمون ریختم. سباسی من بوده که امروز این بلا سرم اومده. شاید سرنوش خواسته به من بگه از هر بدی بدتری هم هست و تو زندگی باید صبور بود. من ناسپاس و ناشکر. خدایا من تو این دو سال
چقدر صبور بودم. یعنی امروزم مثل همیشه نادر مقصر بود و من باید مجازاتش میکردم و مجازاتش این بود که باید بعد از اون تصادف اونطوری در به در رهاش میکردم و میومدم. خدایا خسته شدم از این بحث، دیگه نمیتونم ادامه بدم. چی شد؟ بدبخ شدم نه؟ مرده؟ زبان تو گاز بگیر. چی مرده؟ پسر یه چند تا زخم سطحی برداشته بیمارستان. زنده؟ آره بابا زنده است، دو روز دیگه مرخص میشه. مرده. به جون تو نمیدونی این اتفاق خیلی میتونست بدتر باشه. خب حالا خیالت راحت شد یا نه؟ انگار دوباره بچه خود زنده شد. خدا شد. راستی یه خبر خوش دیگه هم برات دارم. چیه؟ مشلوغشو بده. بابا خودتو لوس نکن تو مالا. میزنی حالا چرا؟ خیلی خب بابا، یک خانومی دو ساعت قبل رفته راجع به بچه و تصادف سوال کرده. دعوا داره. شهرزاد؟ بله، نشونیش با زن تو یکی بود. خب بعد کجا رفته؟ چه میدونم رفته خونه‌ش، برای شک کرده و نتونستم زیاد سوال بکنم. خب نپرسیدی کجا رفته؟ چی بپرسم عزیزم؟ منو برمی‌داری برای کلانتر بگم وقت من کیم؟ خیلی خب بابا، خیلی خب. حتما رفته خونه مادرش. آره رفته اونجا. کجا؟ مگه نمی‌خوای بریم این بچه یه سری بزنیم؟ با تو هم اگه نمیخوای بریم به این بچه یه سری آقا جون شهرزاد که پیدا کردم با هم دیگه میریم سر میزنیم. شما با این وضعیت اگه بری سراغ خانومه ادکاس کوزه رو میزنی به هم. بابا جون من بالاخره باید چیکار کنم؟ باید برم دنبالش یا نه؟ شما کاری رو که من میگم بکن. بشین کن بابا. آرش تو اول وقت گیر آوردی. ماشین تو اول باید آروم بشی بعد بری سراغ زن. بشین تو ماشین. میدونی آرش الان که اینجا نشستم، الان که دارم زندگیمو مرور میکنم، میبینم نه به عنوان نادر البته، به عنوان یه آدم بی‌طرف وقتی بهش نگاه میکنم میبینم که منم تو این زندگی به اندازه شهرزاد مقصر بودم. منو شهرزاد پا به پای هم برای پاشیده شدن این زندگی تلاش کردیم، دست به دست هم دادیم تا تیشه بزنیم به ریشه این زندگی. عملا تو این دو سال بعد از مرگ کامیاب واقعا ما یه نفس راحت نکشیدیم. همش قهر و دعوا، جنگ و مرافع، کینه، نفرت، لج و لجبازی. همه اینا اومدن و جای عشق رو گرفتن. نمیدونم، به نظر من آدم تو این زندگی گاهی وقت خیلی احمق میشه. میدونی نادر یه جایی خوندم که این قدیمی ها یه اعتقاد بامزه داشتن، میگفتن که درون هر آدم یه فرشته و یه شیطون هست که خب صداشون هم خیلی شبیه هم دیگه است. حالا مهم اینه که تو به صدای کدومشون گوش بکنی. حالا تو اگه میخوای زندگیتو نجات بدی باید یه تصمیم اساسی بگیری. باید تصمیم بگیری که به صدای کدومشون گوش بکنی، شیطونه یا فرشته. خیلی وقتا به طلاق فکر میکنم، مخصوصا امروز بعد از اینکه اون بچه رو زیر گرفتم. همش میترسیدم، میترسیدم بهم بگه دیدی حق با من بود، دیدی تو مرگ بچه‌م تو مقصری. اون موقع که من هیچ کاری نکرده بودم به نظر شهرزاد یه قاتل بودم. دیگه وای به حال امروز که جلوی چشش یه نفر رو زیر گرفتم. نمیدونم آرش، من اگه الان نگرانشم فقط به خاطر اینه که میخوام بدونم کجا رفته، میخوام بدونم تو این شهر درندش کجا باید برم دنبالش بگردم. ولی باور کن اصلا جرأت روبرو شدن باهاشو ندارم. اتفاقا شما باید حتما با هم روبرو بشین، بعد سنگاتون رو وا بکنین. البته نه با بحث و جدل و دعوا و لج و لجبازی و چه میدونم متهم کردن هم دیگه. بعد بود کنین.
این کلام با هم دیگه حرف بزنی. گفتنش آسونه ولی من این راه زیاد بلد نیستم، یعنی هیچ وقت امتحانش نکردم. ولی حالا مجبوری امتحانش بکنی، وگرنه فاتحه زندگیت خونده است. به پدر مادرم میگم نمیشه. حالا باز دوباره چی نمیشه؟ میگم نمیشه با تو زندگی کرد، نمیشه با تو حرف زد، نمیشه تو رو تحمل کرد. اونجایی اونجایی یعنی ممکنه نادر باشه؟ شهرزاد، من اومدم دنبالت بریم خونه. اون موقع که نامزد بودی یادت میاد؟ حرفای قشنگی که به هم میزدی یادت میاد؟ یادت اون موقع اشتباهاتم رو راحت میبخشیدی؟ بعد چی شد؟ شهرزاد، اون پنجره رو باز کن، من میدونم تو اونجایی. باز کن اون پنجره رو لعنتی! باز کن شهرزاد، همین پنجره شاهد مهربونیاته، همین پنجره شاهد همون حرفای قشنگی که بهم میزدی. این رسمش نیست با معرفت، این رسمش نیست. تو عوض شدی، منم عوض شدم. ولی تو کی؟ تا کی تو میخوای خودت نباشی؟ تا کی من نباید خودم باشم؟ اگه فکر میکنی من کامیاب کشتم، خب بیا منو بکش. احتیاج دارم، بیا بریم خونه. من به کمکت احتیاج دارم، بیا بریم خونه. شهرزاد، اون بچه هیچیش نشده، اون بچه زنده است. نمیای؟ نه، میخوای همجا بمونی؟ باش. علی خیلی بی‌معرفتی، خیلی بی‌معرفتی. چند وقتی توی این اتاق نیومده؟
گاهی همه ی حسابای آدم اشتباه از آب در میاد. واقعا ما سرنوشت رو میسازیم و تقدیر روی رد پاهای ما پا میذاره و دنبالمون میاد، یا نه اون راه خودش رو میره و ما همون راه رفته رو دنبال میکنیم. من و ندر دنبال خوشبختی بودیم، یه روز همدیگر رو دوست داشتیم، ولی امروز من حتی نمیدونم نادر دوست هم داره یا نه. و من چی؟ من نسبت به اون چه احساسی دارم؟ خودم هم درست نمیدونم. نفرت یا محبت، دشمنی یا دوستی، این همون رد پای سرنوشت که نمیدونم چجوری تفسیرش کنم. تو خودم و تو زندگی موندم. نه با نادر میتونم زندگی کنم، نه بدون نادر. زندگی من و نادر این نوار میچرخه و میچرخه و با آخر میفته. دوباره یه چیزی پیش میاد که برش میگردونه و دوباره اول نوار. اول نوار نوار چی؟ نمیدونم. نمیدونم هر نواری که انتخاب کنیم تا بهش گوش بدیم، نبار دوستی، نبار دعوا و لجبازی، واقعا که چه نواره رنگ و رنگی زندگی منو احاطه کرده. خیلی خوب، اینم از درد دلای امروز. نمیدونم نواره فردا چی بشه، نمیدونم، همون فردا معلوم میشه. روزای سیاه دلتنگی، هزاره یه قصه داشتی، من حتی یکیشم نشنیدم. کسی در باز نکرد. چه عجب، بالاخره بعد از مدت ها اومدی تو اتاق من. نباید میمانم. نه نمیدونم، من یکی از نواراتو گوش دادم. خیلی خوبه، بالاخره برای یه بارم که شده حرفامو شنیدی. نه تو هم برای یه بارم که شده با هم درد و دل کردی، حالت با من نه، با این ضبط. لااقل این میتونه شنونده خوبی برای حرفات باشه، برعکس من. من همیشه برای شنیدن درد و دلهای تو کر بودم. شرم آوره. میدونی نادر، ما خیلی از هم دور شده بودیم. همین درد و دلها منو نجات میداد. یه جوری بهش عادت کرده بودم. وقتی با خودم حرف میزدم آروم میشدم. بازم خوش به حال تو. من باید چی کار میکردم؟ من باید با کی حرف میزدم؟ من باید برای کی درد و دل میکردم؟ هیچ کس. مجبور بودم همه رو تو خودم دفن کنم. حالا چی؟ نه دیگه نه. شهرزاد راستی میدونی خطر از سر اون بچه گذاشته؟
دلم گواهی میداد که نباید زیاد حالش بد شده باشه. یه مادر دل سوخته خیلی زود میفهمه تو دل مادرهای دیگه چی میگذره. من از این امتحان سربلند بیرون نیومدم. این اتفاق چشم ما رو باز کرد نادر، متوجه نیستی؟ ما داریم با هم حرف میزنیم، داریم بدون این که با هم جر و بحث و دعوا داشته باشیم با هم درد و دل میکنیم. این جالب نیست. من دلم میخواد حرف بزنم، دلم میخواد درد و دل کنم، ولی نه برای ضبطم. خیلی خوب. به هر حال حالا دیگه گذشته. من و تو هر جفتمون به یه اندازه کامیاب و دوست داشتیم. داغ این بچه به یه اندازه جفتمون رو سوزوند. اما خب چه میشه کرد؟ خواست خداست دیگه. ما باید سعی میکردیم آیندمونو بسازیم شهرزاد، ولی خب این کارو نکردیم. اما حالا هم دیر نیست. میدونی شهرزاد، طبیعت آدم مثل آب میمونه، گاهی اوقات میتونه مثل سیل بشه و همه چی رو خراب کنه، اما گاهی اوقات هم میتونه مثل یه چشمه باشه، پاک لطیف برای رفع آتش. ما همیشه تو زندگی فریاد زدیم. نه آره، همیشه مثل سیل همدیگر رو ویرون کردیم. نادر قول میدی که قول میدم. چی قول میدی؟ همون چیزی که تو میخوای بگی. خیلی خوب، منم قول میدم. خیلی خوشحالم. خیلی ببینم دلت میخواد داد بزنی؟ نه شما خیلی باز یکم قدم بزنیم. قدم میزنیم از اون طرف قدم بزنیم.